برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. امام هادی یا امام علی النقی، دهمین امام مسلمانان جهان و فرزند امام جواد، در 15 ذی‌الحجه سال 212 هجری قمری متولد شدند و به مدت 34 سال امامت را به عهده داشتند. دوران امامت امام هادی با خلافت چند تن از خلفای عباسی از جمله متوکل همزمان بود. او بیشتر سالهای امامتش را در سامرا تحت نظارت حاکمان عباسی گذراند. از امام هادی احادیثی در امور اعتقادی، تفسیر، فقه و اخلاق روایت کردند. در بخشی از این روایات به مباحث کلامی همچون تشبیه و تنزیه و جبر و اختیار پرداخته شده است. زیارت جامعه کبیره و زیارت قدیریه نیز از او نقل شده است. مزار امام هادی در سامرا زیارتگاه شیعیان است. این زیارتگاه به دلیل دفن او و فرزندش امام حسن عسکری حرم عسکریین خوانده می شود. احمد صوفی شهردار رفح در جنوب نوار غزه گفت بیش از 70% از تأسیسات عمومی در رفح توسط ارتش اسرائیل ویران شده است. وی در ادامه تأکید کرد همه شهر به منطقه عملیات نظامی اسرائیل تبدیل شده است و در این شهر فاجعه زده هیچ گونه خدمات درمانی ارائه نمی شود. خبرنگاران گزارش دادند که توپخانه ارتش اسرائیل به شدت مناطق غرب شهر رفح را هدف گرفته است.